زن زندگی آزادی، شعاری که امروز پژواک آن تا شهر حیفا در اسرائیل نیز شنیده شده. دانشگاه حیفا میزبان کنفرانسی است با عنوان زن زندگی آزادی، مبارزه زنان در ایران و افغانستان. این کنفرانس به مناسبت روز جهانی زن برگزار می شود. در آغاز کنفرانس پروفسور سولی شاهور، استاد ایران شناسی در دانشگاه حیفا، با اشاره به مبارزات زنان در ایران آنها را بزرگترین گروه جمعیتی خواند که قربانی انقلاب 57 شدند. نخستین سخنران این کنفرانس پروفسور رحمان حیم بود. او که تاکنون چندین مجموعه از اشعار شاعران برجسته پارسیگوی را به زبان عبری ترجمه و منتشر کرده، درباره مهستی گنجوی، شاعره قرن 12 و پروین اعتصامی، شاعره معاصر صحبت کرد. پروفسور حیم به اشعار این شاعران زن و جایگاه زن در شعر آنها اشاره کرد. دومین سخنران کنفرانس اشکان صفائی، خبرنگار ایران اینترنشنال بود. او درباره خیزش انقلابی مردم ایران که با قتل مهسا امینی آغاز شد صحبت کرد. مهسا یا با اسم کردی ژینا امینی روز 25 شهریور، سه روز بعد از اینکه توسط پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی دستگیر شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، در بیمارستان کسرای تهران درگذشت و تنها دقایقی بعد از درگذشتنش شعله های خیزش انقلابی مردم ایران روشن شد. سومین سخنان کنفرانس اولی کوهن، مترجم و پژوهشگر ایرانی بود که درباره بازتاب انقلاب زن زندگی آزادی در هنر ایران صحبت کرد. خانم کوهن در این سخنرانی اشعار شاعران جوان ایران را خواند و تصاویری از کارهای هنری الهام گرفته شده از خیزش انقلابی زنان را پخش کرد. آخرین سخنران این کنفرانس آناهیتا دادخدا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در تاجیکستان بود. One such place is Afghanistan. Girls and women are suffering under Taliban rule. در افغانستان زیر کنترل طالبان دختران و زنان رنج می برند. آنها امروز اجازه تحصیل، کار و دسترسی به مکانهای عمومی را از دست می دهند. این بخش از کنفرانس مورد توجه مخاطبان اسرائیلی قرار گرفت که بسیار کم درباره افغانستان شنیده بودند. کنفرانس زن زندگی آزادی در دانشگاه حیفا یکی از چندین رویداد مربوط به ایران بود که این روزها در حال برگزاری است. بابک اسحاقی، اسرائیل.